25مین روز خرداد ماه برابر با 15 ژوئن، سال 856 خورشیدی برابر با 1477 میلادی، زادروز تیتسیانو وچلی مشهور به تیسین، نقاش ایتالیایی که از پرکارترین نقاشان ونیزی به شمار می آید و در رنگ شناسی چیره دستی خاصی داشت و به همین دلیل او را پدر شیوه جدید نقاشی می دانند. بیشترین شهرت تیسین به خاطر نقاشی های پورتراش بود. تیسین تلاش داشت تا در آثارش احساسات درباریان، نیروهای کیهانی، راز زندگی و مرگ و خوشیهای عشق مقدس را به تصویر بکشد. از آثار تیسین میتوان از مردی با دستکش، مریم با اعضای خانواده پزارو، گذاشتن تاج خار بر سر مسیح، تک چهره خودش و پورتره‌های بسیاری از مشاهیر زمانش نام برد. سال 1288 خورشیدی برابر با 1909 میلادی، پس از فتح تهران به دست مجاهدین و پناهنده شدن محمد علی شاه قاجار به سفارت روسیه، گروه‌های مختلف مردم تهران به دیدار فاتحان شهر رفتند. بنابراین اجتماعی با حضور 500 تن از نمایندگان مجلس، مجاهدان و شخصیت‌های برجسته تشکیل شد که نام مجلس عالی به خود گرفت. در مجلس عالی تصمیم بران شد که محمد علی شاه از سلطنت خلع و فرزند 12 سالش احمد شاه به جای او پادشاه شود و تا هنگام بلوغ وی علی رضا خان عضدالملک به عنوان نیابت سلطنت وظایف او را به عهده بگیرد. در این جلسه چون هیئت وزیران تشکیل نشده بود، هیئتی به جای آن مأمور رسیدگی به امور کشور گردید. سال 1299 خورشیدی برابر با 1920 میلادی، پس از اعلان جمهوری در گیلان، انقلابیون جنگل از نیروهای قزاق رشت خواستند یا به نیروهای انگلیسی حمله کنند یا سلاحهایشان را تحویل دهند و به شهرهایشان بازگردند، اما نیروهای قزاق چون خود را تحت فرمان حکومت مرکزی می دانستند، این امر را منوط به اجازه مرکز کردند. بنابراین چون مذاکرات به نتیجه نرسید، جنگلی ها تصمیم به تسخیر قزاقخانه رشت گرفتند. به همین سبب از بامداد نبرد سختی در گرفت و تلفات زیادی به بار آورد و سرانجام پس از به توپ بستن قزاقخانه توسط جنگلی ها، نیروهای قزاق تسلیم شدند. سال 1378 خورشیدی برابر با 1999 میلادی، نخستین موزه ساعت در ایران با نام تماشاگاه زمان گشایش یافت. این موزه که از زمره موزه‌های وابسته به اداره کل موزه‌های بنیاد مستضعفان به شمار می‌آید، در خیابان ولیعصر تهران واقع شده و در ساختمان دو طبقه با داشتن حدود 200 ساعت قدیمی به بررسی مباحث زمان در اساطیر، ساعت‌های آفتابی، شنی، سوختنی، آبی، آبی مکانیکی، ساعت‌های مکانیکی و گاه شماری‌ها و تقویم‌ها می‌پردازد. در این موزه ساعت‌های کم نظیری که تعدادی به سیاستمداران دوره قاجار و پهلوی و برخی به شخصیت‌های سیاسی کشورهای دیگر تعلق دارند به چشم می‌خورد.